بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم آیات سوره مائده رو داشتیم بررسی میکردیم که گفتیم این سوره در مجموع از اونجایی که از جمله اواخر سوره هایی هست که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شده مجموعی از احکام و دستوراتی رو داره که در واقع این احکام و دستورات پیش از این هم مطرح شده و پیش از این هم ابلاغ شده و این آیات در واقع تأکید بر حکمی هست که قبل از این نزول این سوره برای مسلمان ها ابلاغ شده از جمله آیات اول این سوره که در ارتباط با حرمت گوشت خوک و به همین صورت گوشت مردار و به همین صورت اون چیزی که به نام غیر الله نذر میشه این چیزهایی بوده که در واقع به طور مکرر از اوائل نزول وحی الهی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به مخاطبینشون ابلاغ شده و اونها هم به این احکام پایبند موندن ولی از اونجایی که تثبیت حکم در موارد عدیدی نیازی به تأکید و نیازی به تکرار مطلب داره رب ذوالجلال برخی از این احکام رو به طور مکرر در آیات متعدد و در موارد عدید میاره تا اینکه جای هیچ گونه فراموشی یا غفلت یا عدم توجه به این احکام باقی نمونه احکام رو به درستی اهمیتش رو دریابیم و توجه ویژه‌ای رو بهشون داشته باشیم گفتیم که حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله این مجموعه اشیاء اربعه یا چارگانهی که در این آیه به طور دقیق وصفی به عنوان حرمت ها یا به عنوان موارد حرام برامون معرفی شده گفتیم که در سه مورد دیگر قرآن کریم هم عین این همین ترکیب قرآنی به چشم میخوره تأکید بر حکم و در تأکید بر اصل حرمت این موارد چهارگانه رو در واقع میکنه مثل این حکم آیه 51 سوره مائده هست که یکی دیگر از احکام بسیار بنیادین و یکی از وظایف بسیار اساسی شرعی که در واقع مرتبط با توحید هست رو برامون تأکید میکنه در اواخر در واقع تکمیل نظام شریعت و رسالت خاتم المرسلین در سوره مائده این موضوع میاد و اون بحث تولی اهل کتاب هست بحث تولی و تبری یکی از موضوعات بسیار مهم و یکی از موضوعات اساسی تفکری هست که در ضمن تفکر توحیدی ما بهش باور داریم و باید بهش پایبند بمونیم الله متعال در آیه 51 سوره مائده میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء ای اهل ایمان یهود و نصارا رو به عنوان ولی با اونها ارتباط برقرار نکنید اونها رو ولی نگیرید اونها رو اولیاء خودتون نگیرید بعضهم اولیاء و بعض اینها با هم رابطه ولایت دارند با هم ارتباط تنگاتنگ و نزدیک دارند و من یتولهم منکم فانه منهم اون کسی که از شما
ولایت اینها رو تولی اینها رو پیش بگیره از اونها تلقی میشه، از جمله اونها تلقی میشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال قوم و افرادی که مرتکب ظلم شدن که در واقع بزرگترین ظلم شرک است، یعنی حق توحید رو به درستی ادا نکردن هست، این افراد رو الله متعال هدایت نمیده، شایستگی و صلاحیت هدایت درشون وجود نداره. این آیه با صراحت تام وقتی که برامون مطلبی رو ارائه میده یا ما رو از موضوعی باز میداره، درش گفتیم که یک امر میگرده به این که این حکم سابقه پیشینه ای داره، که این سابقه پیشینه به طور مکرر برش تأکید شده و مرتبط هست با اصول و مبانی اعتقادی، ولا و دوستی با مؤمنین و براءت از مشرکین، نه با شعاری که جمهوری اسلامی بدنام کردین رو و براءت از مشرکین رو و خودشون در غرق در شرک هستند و مروج شرک در جهان بودند و هستند، بلکه براءت از مشرکین و شرک به معنای حقیقی، شرکی که در اعتقاد و اندیشه و در عمل کرد انسان در همه عرصه های مختلفی که مرتبط با توحید و لا اله الا الله هست باید ظاهر بشه. متاسفانه گفتیم که اصطلاحات شرعی و واژه های دینی رو با کاربرد بسیار غلط و به همین صورت ابزاری و انحصاری که جمهوری متاسفانه به نام اسلام قائم شده ایران در چهار دهه انجام داد یا به کار برد، این آیات و مفاهیم دینی رو نه تنها تحریف و تبدیل این مفاهیم رو باعث شد، بلکه در این حال نفرت و بیزاری عموم مردم رو هم در پی داشت از دین و از تمام باورهای دینی. با این مفاهیم رو دوباره بازسازی کردن و این مفاهیم رو به درستی در بین مردم ترویج کردن وظیفه بسیار سنگینی هست که امروز بر عهده تک تک ما مسلمان ها هست. شرایط بسیار سخت و دشواری هست، ولی در این شرایط سخت و دشوار وظیفه شرعی خودمون رو هیچگاه نباید فراموش کنیم. بعض تولی و تبری گفتیم که یکی از مبانی اعتقادی در شریعت اسلامی به شمار میاد، اساس توحید هست. الله متعال وقتی که ما رو به مأمور میکنه به این که شهادت توحید رو بدیم و کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله رو برای نجات و سعادت خودمون به عنوان یک پیمان و عهد و قرارداد به زبان بیاریم، در پی این قرارداد و در پی این پیمان دوستی و محبت رو در راستای رضایت الهی برامون جهت میده. به همین صورت نصرت و همیاری رو در راستای محبت الهی و اون چیزی که برامون شریعت مقرر کرده ما رو جهت میده و بر همین منوال خیرخواهی هم به عنوان یک نوع وظیفه در ضمن این وظایف جا میگیره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ابو ذر میگن که ایو ار الایمان اوثق، حلقه های ایمان کدوم یکی از اینها از استحکام بیشتری برخوردار هست یا مستحکم ترینشون هست؟ حضرت ابو ذر رضی الله عنه میگن که الله و رسوله اعلم، الله و رسولش آگاه ترند. این اسلوب یا این سبک استفهامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آموزش بهترین سبک برای جا انداختن یک مطلب به شمار میاد. بعد از این میفرمایند که
الموالات و فی الله و المعادات فی الله، دشمنی به خاطر الله متعال و دوستی به خاطر الله متعال. الموالات و فی الله، دوستی، نصرت، همکاری به خاطر رب ذوالجلال و دشمنی به خاطر پروردگار متعال. الحب فی الله و البغض فی الله، باز هم محبت به خاطر الله و بغض به خاطر الله. ولا در واقع درش مهمترین مقتضایی که درش هست، مهمترین مظهری که از مظاهر ولا ما میشناسیم، نصرت هست. نصرت به عناوین مختلف ظاهر میشه. یکی از مهمترین عناوین پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماند که انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادر خودت رو نصرت بده، ظالم باشه مظلوم باشه. صحابه پرسیدن یا رسول الله، مظلوم باشه که خب معلومه چطوری نصرتش بدیم، ظالم باشه چطوری نصرتش بدیم؟ گفتن که دستشو بگیر، نصرتش داده، جلوی ظلمشو بگیر. در واقع موالات ما، نصرت ما با مؤمن، برادر مؤمن ما، جلوگیری کردن او از ظلم هست، جلوگیری کردن او از تعدی در حق دیگران هست. این مفهوم و این معانی، معانی بسیار عمیق و دقیقی که در پرتو آیات و احادیث ما داریم، در هیچ دین و آیینی وجود نداره. این دین خاتم هست که برامون این آموزش رو میده که برادر مسلمان خودمون رو در هر حال باید نصرت بدیم. وظیفه شرعی ما، ولایت شرعی ما هست که ما اون رو نصرت بدیم. اگر مظلوم باشه نصرتش میدیم، حمایتش میکنیم، و اگر ظالم باشه دستشو میگیریم، جلوی ظلم رو میگیریم، جلوی ظلم کردنشو میگیریم. در واقع نصرتش دادیم در مقابل شیطان و در مقابل نفسش، اون رو نصرت دادیم. به همین صورت از مظاهر ولا و برا امر به معروف و نهی از منکر هست. وقتی که ما خیر مؤمن رو میخوایم، به طور طبیعی باید امر به معروف کنیم و نهی از منکر کنیم، اون رو از منکر دور بکنیم و معروف رو بهش معرفی کنیم. این یکی از مهمترین وظایفی است که در قالب ولا و برا در سوره انفال برامون الله متعال تعریف کرده. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، مؤمنین و مؤمنات با هم دیگه ولا و دوستی دارن. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها امر معروف میکنن و نهی از منکر میکنن. ولایشون و مظهر ولایشون یکی از مهمترین قالب هایی که در ولا و دوستی و محبت و خیرخواهی اونا وجود داره این هست که امر معروف و نهی از منکر میکنن. حضرت انس رضی الله عنه میگن که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ثلاث من کن فیه وجد حلاوت الایمان، سه چیز هست که اون کسی که درش باشه شیرینی ایمان رو در واقع در خواهد یافت. گفتن ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما، الله و رسولش محبوب ترینشون در باشن از هر چیزی دیگری، از هر کسی دیگری. و ان یحب المرء لا یحبه الا لله، و کسی رو دوست داشته باشه و فقط دوستش به خاطر الله متعال باشه. و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یقذف فی النار، ناپسند بدونه که به کفر برگرده، همونطوری که نمیتونه بپسنده این که در آتش بیفته. به همین صورت این مطلب و یا موضوع ولا و دوستی یا نصرت، که در واقع همه اینها از موارد یا مظاهر ولا به شمار میاد، محبت هست، اطاعت هست، نصرت هست، پیروی هست، پیروی کردن ولا یکی از مظاهر محبت اطاعت کردن هست. وقتی ما ولای الله رو داریم، ولای رسول الله صلی الله علیه و سلم رو داریم، اطاعتشون میکنیم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، و در نهایت نصرت هست. و اساس ولایت، ولا با دوستی و محبت آغاز میشه و با اطاعت و نصرت نمود پیدا میکنه. این موضوع گفتیم که موضوعی بسیار وسیع و
گسترده ای هست، موضوع بسیار پرمعنا و پرباری هست، موضوعی هست که در انسان مؤمن به عنوان مظهری از مظاهر ایمان و در انسان منافق به عنوان علامتی از علامتهای نفاق الله متعال تعریف کرده. الله متعال در وصف اهل کتابی که در واقع به انحراف کشیده شدن میگه که ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا، خیلی از اینها رو میبینی که کسانی کفر ورزیدن و ناباورن اونها رو به ولایت یا به دوستی میگیرن. در مورد به همین صورت منافقین الله متعال در وصفشون میگه که ترا کثیرا منهم یسارعون فیهم در آیه بعد که خواهیم خوند. به همین صورت در سوره مجادله الله متعال میگه که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، قومی رو که ایمان به الله و روز آخرت داشته باشه نمیتونی بیابی، یعنی با این یافت نمیشه، ممکن نیست که ایمان به الله و ایمان به روز آخرت وجود داشته باشه بعد دوستی باشه، یوادون ود و محبت و دوستی داشته باشن با کسی که من حاد الله و رسوله دشمنی بورزه با الله و رسولش، اگرچه این افراد ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم، اگرچه این افراد از نزدیکانشون باشن، پدرانشون باشن، فرزندانشون باشن، به همین صورت برادرانشون باشن یا از عشیره و از قبیله و طایفهشون باشن، اولائی که کتب فی قلوبهم ایمان، این کسانی که به این صورت هستن در واقع ایمان در دلهای اونها ثبت شده هست و ایدهم به روح منه و الله متعال اینها رو با امر خودش اینها رو تأیید میکنه، با یاری خودش اونها رو تأیید میکنه و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار و اونها رو در قیامت هم در باغهایی که درش نرهای جریان داره به طور دائم بهشون اسکان میده. رضی الله عنهم و رضوا عن، اینها راضی میشن از الله متعال و الله متعال هم از اونها راضی هست. اولئک حزب الله، اینا حزب الله متعال هستن، حزب الله اینا هستن، نه اون شیاطینی که در دنیا فساد میکنن و شرک و کفر رو در دنیا گسترش میدن با عناوین مختلف. الا ان حزب الله هم المفلحون، حزب الهی در واقع رستگار هستن. اونایی که ادعای حزب اللهی رو امروز میکنن اونها حزب شیطان هستن، چون اونها درشون ولا و دوستی با اهل ایمان نیست، ولا و دوستیشون با روسیه هست، با چین هست، با کمونیستایی هست که به هیچ چیزی ایمان ندارن و با دنیای اسلام در ستیز هستن. اینها در واقع با دنیای اسلام در ستیز هستن و با کمونیست های که به نه به آخرت و نه به الله ایمان دارن دوستی و همکاری و محبت رو دارن. این نمونه هم یکی دیگر از نمونه هایی بود که قرآن کریم تأکید بر بحث ولا و دوستی و تأکید بر براءت و دشمنی و جدا شدن از مشرکین رو برامون میکنه. برمیگردیم به آیات سوره مائده که در واقع گفته این موضوع بسیار گسترده ای هست. این موضوع در سوره ممتحنه کلن در ارتباط با این موضوع هست، در ارتباط با ولا و برا هست و به طور وسیع و گسترده این موضوع رو بحث و بررسی کرده. برمیگردیم به آیه 51 سوره مائده که بحث یهود و نصارا رو به عنوان کسانی که شایستگی دوستی و همکاری و محبت دارند اونها رو به اونها این شایستگی رو نمیده، چون اونها در بین خودشون ارتباط
تنگاتنگی بین خودشون دارن، همکاری و همیاری بین خودشون دارن و در بر علیه مسلمان ها همیشه توطئه میکنن. اون کسی که با اونها همکاری بکنه، با اونها دوستی و محبت داشته باشه، در واقع از اونها هست، از جمله اونها هست و همیار اونها هست، هم مسیر اونها هست و در نتیجه ان الله لا یهدی القوم الظالمین. الله متعال هم این قبیل افرادی که به این صورت مبنای توحید رو نادیده میگیرند و با ارتباطشون با دشمنان اسلام منفعت مصلحت‌های دنیوی خودشون رو میخوان محفوظ نگه دارن، بدونن که دچار ظلم شدن و از هدایت الهی بی نصیب خواهند موند. هدایت الهی در واقع ثمره ولاء و دوستی هست که الله انسان با الله متعال در واقع اختصاص بده و با او ارتباط داشته باشه. به هر اندازه ما این دوستی و محبت رو به الله متعال اختصاص بدیم و به نبیش و مؤمنین منحصر بکنیم، به اون اندازه هدایت نصیبمون میشه، به اون اندازه توفیق راه درست رفتن و راه صحیح رو رفتن به همین خواهیم تونست به دست بیاریم. اون کسانی که در این باب دچار اختلال رفتار بشن، به طور طبیعی محروم از هدایت و رشدی میشن که در مسیر زندگی در عرصه های مختلف بهش نیاز دارن. الله متعال در آیه بعد میگه که فتر الذین فی قلوبهم مرض، اون کسانی که در دلاشون بیماری هست، مریض دل هستند و این مریضی نفاق هست در واقع. و اولین آیات قرآن کریم که سوره بقره در وصف منافقین مطالب بسیار وسیع و گسترده ای میاره، میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. این بیماری بیماری نفاق هست، بیماری هست که درش منفعت جوی مصلحت طلبی اساس رفتار دینی رو شکل میده. این افراد یسارعون فیهم، در این باب مسارعت میجویند و پا پیش میذارند. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، اینها با این ادعا و با این تأویل میگن که ما میترسیم که برای ما مشکلی پیش بیاد یا برای ما اتفاق ناگواری بیفته. اصابه یصیب و رسیدن هست و دائره هم در واقع به اون مصیبتی میگن که در همه انسان رو در بر میگیره یا انسان رو فلج یا کلن از کار میندازه. هر مصیبتی که برای انسان سنگین باشه به عنوان دائره ازش یاد میشه. ما میگه میترسیم از مصیبتی یا از شرایط دشواری که برامون پیش بیاد. الله متعال در جوابشون میگه که فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده، به امید هست که الله متعال فتحی رو بیاره و یک امری از جانب او صادر بشه. فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین، بعد از این نسبت به اون چیزی که در دلشون پنهان کرده بودن و ظاهر نکرده بودن به ندامت خواهند افتاد که کاش که ما در این راه و در این مسیر نمی بودیم و خیلی نصیبمون می شد. در این موقعیت هست که میگه و یقول الذین آمنوا، و در اون موقعیت هست که افرادی که ایمان آوردن، ایمان حقیقی آوردن، میگن اها اولای الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم. در این در اون موقعیت هست که اونها میگن که آیا اینها بودن که قسم خوردن به طور با شدت و سختی قسم یاد کردن، با صراحت و وضاحت قسم یاد کردن که اینها با شما هستن. حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، اینها اعمالشون برباد میشه و از جمله خاسرین تعریف میشن. بس فتح الهی خب در دنیا یکی از وعده هایی هست که پروردگار متعال مؤمنین رو داده. مؤمنین رو در
شرایط مختلف نصرت خودش رو و حمایت خودش رو بهشون وعده داده. ولی در این حال که این وعده رو الله متعال داده، در این حال بهشون این هم گفته که اگر در طول عمر خودتون این تحقق این وعده رو شاهد نبودید، این به این معنا نیست که وعده محقق نشده، وعده محقق شدنی هست. الله متعال گفته که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد، ما نصرت خواهیم داد، نصرت دهنده هستیم. وقتش و میعادش و برمیگرده به حکمتی که الله متعال تعیین کرده، برمیگرده به نظام و به شرایطی که رب ذوالجلال برای بندگان خودش در نظر گرفته. اگر عمر یا محدودیت عمر برای فردی یا مجموعی این شرایط رو براشون اونها رو شاهد یا گواه این تحقق این وعده قرار نداد، همونطوری که شد، همونطوری که برای خیلی اتفاق افتاد، در غزوه بعد، در غزوه احد، در دیگر غزوات به شهادت رسیدن و فتح مکه ای رو ندیدن. ولی در کل الله متعال میگه و اما نورینک بعض الذین نعیدهم او نتوفینک فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. در واقع اگر در دنیا الله متعال برای انسان میسر نکنه یا این مقدر نشه براش که نصرتش رو ببینه، ولی در آخرت حساب و کتاب الله متعال ثبت شده هست، چیزی زایی نخواهد شد، بلکه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اجر خودشون رو بدون حساب دریافت خواهند کرد. اینه که ما در راستای انجام وظیفه شرعی یا در انتظار فتح هستیم، یا اینکه امر من عنده، در انتظار روز آخرت هستیم، امری که از جانب پروردگار میاد و در اون روز هیچ احدی راه بازگشت و راه جبران کردن نداره. تمام اون چیزی که مخفی نگه می‌داشتن همه چی آشکار میشه و از درون انسان‌ها تمام پوشیده‌ها رو میشه. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، در اونجا بر اون چیزی که در دنیا میپوشیدن، در دنیا توجیه میکردن، تعویل میکردن و از زیر بار مسئولیت به نحوی شونه خالی میکردن، در اون روز ندامت رو در واقع براشون به بار خواهد آورد. و در اون روز هست که خواهند گفت که اها اولای الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم، همینا بودن که ادعا میکردن که ما رهبر مستضعفین جهان هستیم، همینا بودن که ادعا میکردن که ما نمیدونم ولا و براءت از مشرکین رو داریم، همینا بودن که میگفتن مرگ بر امریکا، همینا بودن که میگفتن مرگ بر اسرائیل. اونجا ظاهر میشه که در واقع نصرت دهنده امریکا هم اینا بودن و همیار اسرائیل هم اینها بودن، مشرک حقیقی هم اینها بودند، ولی با شعار براءت از مشرکین ذهن مردم رو از شرک خودشون منحرف میکردن و توجه مردم رو به انحرافات فکری و اعتقادی خودشون دور نگه میداشتن. مردمی که دور دست اومدن در فضای حج عبادت حج انجام میدن، از کجا میدونن که این فرقه چه مصیبت هایی در درون خودش داره و چه انحرافاتی رو در واقع در ضمن خودش ترویج میده. شعاری هست که همه رو گول میزنه، فکر میکنن که فقط اینا هستن که واقعا خیرخواه دین و توحید و در این حال قربانی دهنده در مسیر توحید هستن. در اون روز همه اینا ظاهر میشه که کیها راست میگفتن و کیها دروغ میگفتن، کیها از راه دین نون میخوردن و کیها برای دین نان خودشون رو قربانی میکردن، کیها با نام توحید
زندگی کردند و به همین صورت ابزار زندگی و رفاه و آسایش به دست آوردند و کیها و چه کسانی زندگی و آسایش خودشون رو در مسیر توحید از دست دادند. زندگی ائمه دین، زندگی امام ابن تیمیه، امام احمد بن حنبل، زندگی اکثر محدثین و فقها برای اون این حقیقت رو در بر داره. در واقع ما اون کسانی که در مسیر توحید و در مسیر ولایت خالص اهل ایمان زندگی میکنن، همیشه با اطمینان کامل و با یقین تام میدونن که الله متعال فتح و نصرت رو در واقع اون میده، اون موقعی که بخواد و اون موقعی که مصلحت و منفعت و حکمت خودش تقاضا کرد، و در نهایت در آخرت هم اجر همه رو در واقع او در نظر گرفته و خواهد داد، چیزی از اجر مردم ضایع نخواهد شد. در ارتباط با شأن و نزول این آیه یا این مجموعه آیات، روایتی که بیشتر از دیگر روایات در واقع مصداقی از مصادیق این آیه رو در بر داره، که اون شأن نزول آیات در واقع مصداقی از مصادیق آیه هست، چون آیات خب در مواردی نازل میشد که اتفاقی میافتاد و در مواردی هم آیات تلاوت میشد که اتفاقی میافتاد. لزومی نداره که اون لحظه نازل شده باشه، ولی خب اون کسی که آیه رو میشنوه در اون شرایط میشنوه و فکر میکنه که واقعا آیه الان نازل شده. یعنی در مجموع اون چیزی که به عنوان شأن نزول آیات و احادیث متنوع در این باب در ارتباط با یک آیه یا چند آیه ما در ضمن کتب روایی داریم، در واقع مصداقی از مصادیق آیه به شمار میاد. یکی از مصادیق این آیه آیات این هست که عباده ابن ثابت، که یکی از بزرگان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم به شمار می اومد از قبیله خزرج، ایشون همونطوری که قبل از اسلام با قبائل دو قبیله اوس و خزرج با قبائل یهود پیمان هایی داشتند و در واقع یهود هم با تفرقه ای که بین این دو قبیله انداخته بودن میتونستن حکومت و حاکمیت و سلطه سیاسی و اقتصادی مدینه رو در اختیار داشته باشن. جنگ اوس و خزرج هم که سالهای سال در واقع مدام ادامه داشت و محرک اینها هم در واقع قبائل یهود بودن که در اطراف مدینه ساکن بودن. یکی از قبائل یهود که با قبیله خزرج هم پیمان بودن بنی مستلق، و این قبیله هم اولین قبیله بود که دوچار نقض پیمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم و عهد خودشون شدن، پیمان شکنی رو موجب شدن، و هر پیمان شکنی به طور طبیعی عواقب خاص خودشو داره که با قاطعیت شریعت اسلام ما رو مأمور میکنه که با پیمان شکن باید برخورد کرد، اونجایی که ما قدرت و حکومت و سلطه در داشته باشیم. این پیمان شکنی موجب شد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در پی این پیمان شکنی اونها رو مجازات بکنن. عبدالله ابن اوی ابن سلول که از جمله منافقین و در واقع از قبیله خزرج بود و در ظاهر مسلمان شده بود به خاطر اینکه مساله منافع خودش رو در ایمان آوردن میدید، قبل از اسلام خب ایشون طمع این رو داشت که به عنوان فرمانده یا به عنوان یکی از بزرگان قبیله ایشون انتخاب بشه و حاکمیت و سلطه عامی رو در اختیار بگیره، ولی از وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن به مدینه این توقع یا این امید کلا از بین رفت و حاکمیت و سلطه سیاسی و به همین صورت اجتماعی در اختیار
خاتم المرسلین صلی الله علیه و سلم قرار گرفت و این حسادت باعث شد که ایشون از ابتدا دسیسه ها و توطئه هایی رو در ضمن مسلمان ها انجام بده تا اینکه جمع مسلمان ها در اتحاد و همبستگی نتونن زندگی کنن، ولی در ظاهر خوب مسلمان شده بود. وقتی که بنی مستلق نقض پیمان کردن، این اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و با تأکید اومد و سفارش اینها رو کرد یا حمایت اینها رو کرد که اینا با ما هم پیمان هستن و پیامبر صلی الله علیه و سلم از اینها اینا رو بازخواست نکنه یا اینها رو مؤاخذه نکنه در این باب. ولی عباده ابن صامت که باز هم از همین قبیله بود اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و براءت جست از اونها و گفت من ولای اونها و پیمانی که با اونها در نصرت و همکاری دارم رو من برای الله و رسول من اون پیمان رو رها میکنم، من هیچ عهد و تعهدی ندارم که در مقابل پیمان شکن و در مقابل خائن به پیمان خودم بمونم و ازشون حمایت کنم. در واقع این آیه یک نوع تعبیر یا یک نوع عمل کرده سالمی رو از جهتی و از جهت دیگه ناسالمی رو تعبیر میکنه که عباده ابن صامت مصداقی از مصادیق سلامت رفتاری در بحث ولا و برا به شمار میاد و عبدالله ابن ابی سلول در این طرف مقابل نمونه ای از نمونه های رفتاری در ولا غیر مسلمان ها یا اهل کتاب تعریف میشه. این مختصر در واقع حادثه ای هست که اکثر کتب روایی که شأن نزول آیات رو در بر دارن آوردن. در مجموع اون چی که در ادامه مطلب الله متعال به ما توصیه میکنه میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان آگاه باشید که من یرتد منکم عن دینه، اون کسی که از دین خودش برگشت از شما، از دین و آیینی که بهش ایمان داره برگشت. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، الله متعال قومی رو خواهد آورد که دوستش خواهند داشت، الله متعال دوست خواهد داشت اونها رو و اونها هم الله متعال رو دوست خواهند داشت. گفتم محبت اساس ولا هست و پیرو به این محبت به طور طبیعی حمایت و نصرت و اطاعت میاد. این افرادی که به این صورت الله متعال جایگزینتون خواهد کرد، علاوه بر این که الله متعال اونها رو دوست خواهد داشت و اونها الله متعال رو دوست خواهند داشت، اذلتن علی المؤمنین، در رفتار خودشون با مؤمنین سربزیر و متواضع خواهند بود، و اعزتن علی الکافرین، و با کافرین با عزت زندگی خواهند کرد. در مقابل مؤمنین سربزیر و متواضع خواهند بود و در مقابل غیر مؤمنین یا کفار عزت خودشون رو همیشه پایبند خواهند بود. یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه الله متعال سعی و تلاش و مجاهدت میکنن، جهاد میکنن، که جهاد در اصطلاح قرآنی به هر فعالیتی که در راستای بلند کردن توحید و نشر اسلام باشه در واقع جهاد گفته میشه، اگرچه بزرگترین و با ارزشترین جهاد قتال هست، ولی یکی از انواع جهاد قتال به شمار میاد. اما جهاد به طور عموم هر فعالیتی که در راستای نشر دین باشه و توحید باشه به عنوان جهاد و مجاهد ارش اطلاق میشه. اینها ولای خافون لومت لائم، اینها از سرزنش کننده هم هیچ واهمه‌ای ندارند. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم، این فضل الهی هست که به هر کسی بخواد میده. الله متعال واسع هست، رحمتش فضلش، و به همین صورت
علیم هست بر همه بندگانش، بر همه خلائق. وسعت فضلش و به همین صورت علمش بر همه چیز فراگیر هست. این آیه هشدار بسیار جدی هست برای اون کسانی که به طور عموم در معرض این آزمایش قرار می گیرن و فکر می کنن که وجودشون در ضمن جماعت مسلمان ها به اسلام و به مسلمان ها براشون وزنی خواهد بود، حیثیت و ارزشی رو خواهند تونست باعث بشن. الله متعال بی نیاز هست از همه ما، بی نیاز هست از همه خلائق، بی نیاز هست. ما در واقع نیازمند به او هستیم. اگر قومی، ملتی، افرادی پشت بکنن، فرض کنید قرآن بسوزن، فرض کنید مسیحی بشن، تأثیری نه به دین داره، نه به اهل دین داره، نه الله متعال بهش ضرری آسیبی میرسه. الله متعال بی نیاز هست از ایمان مؤمن و کفر کافر هم برایش هیچ آسیبی وارد نمی کنه. حاکمیت و سلطه او، عظمت بزرگی او ذاتی هست. نه با نماز ما در واقع بزرگی رو به دست میاره و نه با اطاعت ما حاکمیت و سلطه جهان براش محقق میشه. او احکم الحاکمین بوده و هست و خواهد بود و دنیا جمع بشن اطاعت او رو بکنن، تأثیری در عظمت بزرگی او ندارن، در ذات خودش بزرگ هست، و دنیا جمع بشن و نافرمانی او رو بکنن، تأثیری در حاکمیت بزرگی و عظمت او نخواهد گذاشت. ما هستیم که در واقع در نهایت خسارت و زیان رو دچار میشیم. ما هستیم که باید به حال خودمون و به حال ملتی که قدر این کتاب و قدر این دین رو نمیدونه گریه کنیم. ما هستیم که باید از عاقبت و نهایتی که برای این چنین ملتی میتونه محقق بشه باید حراس داشته باشیم. ما هستیم که در حقیقت باید از این وضعیت نگران باشیم، چون ما در نهایت دچار آسیب خواهیم شد، ما از رحمت الهی محروم خواهیم شد. الله متعال صبور هست، الله متعال حلیم هست، الله متعال کفر کافرین رو روز و شب میبینه، الله متعال طغیان و طغیانگرا رو روز و شب میبینه، شاهد همه اینها هست، فرصت میده و روز معینی رو گذاشته برای روز حساب. ما نیستیم که اون روز رو جلو بندازیم و عقب بندازیم. ما نیستیم که اون نظام عدل او رو تطبیق بدیم یا تأثیر بذاریم. او هست احکم الحاکمین و او هست که این علم غیب رو برای خودش گذاشته. در مجموع اینجا هشداری هست، میگه یا ایها الذین آمنوا، ای اهل ایمان، ای کسانی که ایمان آوردید به دین من، به نبی من، اگر فرض کنید شما با شرایطی که پیش اومده و منفعت و مصلحتی که میبینید یا دیدید، احساساتی که براتون غالب شده، هوایی که شما رو به سمت کشونده، اگر دین رو رها کردید، بی دینی رو اختیار کردید، ضد دین شدید، مسیحی شدید، هر دین و آیین رو گرفتید، بخواد الله متعال ضرر نمیرسونید، اون بخواد کسانی رو میاره، یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، قومی رو میاره که اونها دوست داشته باشنش و او هم اونها رو دوست داشته باشه. الله متعال بی نیاز هست. جالب اینجاست که این آیات در اواخر رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل میشه و تحقق این آیات هم بعد از به طور وسیع و گسترده بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم صورت میگیره. خیلی از اعراب و قبایل عرب مرتد میشن و قضیه حروب ردت بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار موضوع وسیع و گسترده تاریخی هست، ولی الله متعال دین خودشون نصرت میده و دوباره همه اینها
به دامن اسلام برمیگردند. از دورترین نکته ها میبینیم که علما و شخصیت هایی بروز میکنن که کسی فکرشون نمیکنه. نیشابور میشه مرکز علم و دانش دین. امام مسلم از نیشابور یکی از مراجع علم حدیث یا یکی از منابع حدیثی که امروز ما بهش اعتماد میکنیم در نیشابور زندگی کرد و در نیشابور بزرگترین و بهترین مرکز علمی رو ایجاد کرد و تأسیس کرد. شیراز، اصفهان، تمام شهرهایی که امروز متاسفانه اثری از دین و شرک توحید کمتر دیده میشه، الله متعال روزگاری همون مناطق رو به عنوان مراکز حفظ دین و حفاظت شریعت و حفاظت سنت خودش تعیین کرد. از مناطق دور دستی که ما فکرشو نمیتونستیم اون موقع اگر زنده می بودیم یا اون موقع اگر ما وجود می داشتیم فکرشو نمیتونستیم بکنیم و هیچ فردی هم در اون زمان فکرشو نمیکرد که از دورترین مناطق مثل بخارا مثلا شخصیت های مثل امام بخاری بلند بشن و کتابی رو در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله تدوین کنن که اهل خود مکه و مدینه امروز با این کتاب افتخار کنن و از این کتاب سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو اخذ کنن. هیچ کسی فکر نمی‌کرد که کتاب بخاری امروز مرجعی باشه در مکه و در مدینه که پیامبر صلی الله علیه و آله در اونجا نشأت داشتن و در اونجا زندگی کردن. این نظام الهی هست. هیچ کسی نمی‌دونست که از داخل حوزه علمی قم شخصیتی به نام علامه برقعی بیاد بیرون و توحید و اخلاص و براءت از شرک رو اعلان بکنه. هیچ کسی فکر نمی‌کرد که در درون شرک توحید بیاد بیرون، در خانه موسی، در خانه فرعون موسی تربیت بشه. الله متعال این نظام رو در اختیار داره و اون چیزی که بخواد انجام میشه، محقق میشه. الله متعال بی‌نیاز هست از ایمان و به همین صورت بی ضرر هست برای او کفر کافرین. در نتیجه باید ما حریص باشیم اینکه این فضل الهی رو به دست بیاریم یا محروم از فضل الهی نمونیم. آیه 55 سوره مائده در واقع به دنباله این آیه هست، ولی خب از اونجایی که این آیه جزء آیاتی هست که روش مباحث بسیار زیادی اهل بدعت انجام میدن، آیه 55 ان ما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون، در واقع این ولی شما، دوست شما، دوستی شما، محبت شما با الله هست، با رسول هست و کسانی هست که ایمان آوردن و اقامه نماز کردن و زکات میدن و در حال رکوع هستند. این آیه از اونجایی که در بر مبنای احادیث ضعیف اختصاص دادن این رو به این که ولایت خاص حضرت علی هست و اهل ایمان رو از این ولایت آوردن بیرون و این ولایت رو هم ولایت تکوینی کردن و اون رو حضرت علی رو هم به خدایی رسوندن، دوست دارم که این موضوع رو در بنای آینده به طور مفصل بهش بپردازیم تا اینکه ابهاماتی که اهل بدعت در ارتباط با این آیه ایجاد کردن رو بتونیم به درستی شفاف سازی کنیم. در نتیجه این آیه رو میذاریم برای برنامه آینده انشاءالله که بهش مفصل بپردازیم و در این چند دقیقه که مونده ببینم چند تا از سوالاتی که مطرح شده رو پاسخ بدیم. بیننده پرسیدن که مادر بزرگم پسر خالم رو که نوهش میشه در کودکی شیر داده، حالا ما میتونیم از یک خاله دیگه مون که از اون خاله هم کوچکتر است دخترش رو برای برادرم بگیریم؟ رضاعت فقط با از طریق همون خواهری که یا دختری که شیر خورده یا از همون خانواده فقط تحقق پیدا میکنه، نه با خاله دوم یا فرد دوم. یعنی فقط همون دختر، همون دختری که شیر خورده نسبت به شما میشه در واقع خاله رضایی، خاله رضایی میشون مادر بزرگتون به شیر داده
مثل خالتون میشه، ولی در رضاعت فقط اون دختر. حتی اگر خواهری هم اون داره، اون خواهر بهش این حکم تعلق نمیگیره. اما اینکه خاله دیگه تون دخترش این براش ازدواج باشه، ازدواج بکنید، که اصلا ارتباطی به این نداره. یعنی فقط رضاعت از طریق همون دختری ثابت میشه که شیر خورده، اون دختر در با شما ارتباط رضاعت رو به دست میاره و جایز نیست. بله، بیننده نوشتن که خمینی در بستر بیماری هم دست از ریاکاری بر نداشت و مثلا نماز میخوند، مثلا ذکر میگفت. آیا خمینی خودش میدانست دینش جعلی است و شرک و خرافات آمیخته شده است؟ و آیا در لحظات آخر فکر توبه نداشت و از خدا نمیترسید که در قیامت چه پاسخی باید بدهد؟ علت نماز خواندنش در لحظات آخر چه بود؟ نماز و عبادات باورهایی هست که در تمام ادیان وجود داره. تمام ادیان نوعی از عبادت رو دارند و عبادتشون مرتبط میشه با باوری که دارند. میخواد مسیحی باشه، میخواد نمیدونم زرتشتی باشه و میخواد از هر فرقه از فرقه های مسلمان باشه. در نتیجه وجود نماز یا عبادت دلیل بر توحید و یا دلیل بر فهم و شناخت نیست، بلکه برعکس، فهم و توحید هست که عبادت رو شکل میده و عبادت رو درست میکنه و عبادت رو به درستی برای انسان برایش جایگاه درستی در زندگیش تعیین میکنه. وقتی که توحید نباشه، به طور طبیعی عبادت هم در راستای همون شرک هست. همون در درون عبادت که نماز هست، مظاهری از شرک ما میتونیم مشاهده کنیم. در بین مشرکین این موضوع بسیار واضح و روشن هست. در نتیجه این توقع، این که شما فکر کنید خب ایشون نماز هم میخوند، در نتیجه چطوری به فکر این نبود؟ خب بس این بود که ایشون نمازش بر اساس تفکر و اندیشه‌ای بود که داشت. تفکر و اندیشه‌ای که ایشون داشت تفکری بود که بر مبنای شرک اعتقاد داشت که ائمه ولایت تکوینی دارن بر جهان آفرینش، الله متعال به اینها حاکمیت و سلطه رو جهان رو داده، هر کاری بخوان تصرفی بخوان در جهان انجام میدن، همه کاره هستن. و این اعتقاد یه اعتقادی بود که بر اساس اون کل فکر و اندیشه خودش رو در ولایت علی تعریف میکرد و تبلیغ میکرد. بقیه این که آیا در اون لحظه به فکر توبه و فکر آخرت و عاقبت بود یا نبود، این دیگه الله متعال میدونه و در قیامت الله متعال در واقع فیصله خواهد کرد. چقدر ایشون عناد کرد، چقدر چشما رو بس، چقدر نمیدونم بی توجهی کرد به دعوت دیگران، تعصب به خرج داشت، اینو همه چیزا، این اموری هست که در پرونده قضایی در آخرت باز خواهد شد و روشن خواهد شد که چه افرادی از اون مجموعه هستند که قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اون چه که از عمل انجام دادن، اون اعمال رو بهشون رو خواهیم آورد و اونا رو هباء منثورا خواهیم کرد، هیچ اعمالشون ارزش و حیثیتی نخواهد داشت. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اونجا که اگر شرک کردی، همه اعمال در باد میشه و هیچ و در خسارت میفتی، هیچ گونه ارزشی برای عمل وجود نخواهد داشت. به هر حال این موضوع در آخرت، اون کسی که فوت کرد دیگه بذاریم که آخرت الله متعال خودش فیصله کنه، ما نیستیم که دخالت در حکم او یا در فیصله او بتونیم بکنیم. بیننده پرسیدن که برای نرم شدن قرب و قرب به الله متعال چه ذکری رو بیشتر بگم؟ تمام اذکار در واقع در یک راستا هست، تمام اذکار، و افضل الذکر لا اله الا الله هست.
افضل ذکر لا اله الا الله است. ولی دقت کنید که ما اون چیزی که در بحث اذکار تأثیر ذکر رو برامون موجب میشه الفاظی نیست که به زبان بیاریم، بلکه مفاهیمی هست که اونها رو ما بر زبان میاریم و در قلب خودمون اونها رو جاری میکنیم. فقط صدایی نیست که ما از طریق صوت یا از طریق دستگاه گوارش خودمون تولید کنیم و بگیم الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. این صوت رو خوب میتونه یک ضبط صوت هم داشته باشه، یعنی میتونه یک سی دی هم عین این صوت رو ایجاد بکنه، یک توتی هم این الفاظ رو به زبان بیاره. اون چی که در واقع تأثیر گذار هست مفاهیم و معانی این الفاظ هست که در قلب ما جا میذاره، نقش میذاره، اثر میذاره، سیقل میده، ما رو نرم میکنه. وقتی که ما میگیم استغفر الله و تدائی میکنیم گناهان خودمون رو، کوتاهی های خودمون رو و به همین صورت لغزش های خودمون رو تدائی میکنیم، کمکاری های خودمون رو، اون موقع خوب به طور طبیعی اثرگذار هست. اون جایی که بگیم الله اکبر و به همین صورت بقیه بزرگی بقیه خلائق رو در دلمون جا گرفته، چی میخواد از دنیا باشه، چی میخواد از جا باشه، چی میخواد از نمیدونم مال باشه، در هم ما، غم ما، زندگی ما، سعی و تلاش ما دور محور اونا هست. در اون موقع هست که الله اکبر تأثیر گذار هست که ما بگیم الله اکبر هست، عظمت کبریای او بالاتر از تمام اون چیزی هست که مشغله ذهنی من هست، حراس و فکر من هست و به همین صورت توجه روزمره من هست. سبحان الله، وقتی که میگیم تدائی بشه کود کمکاری های ما، بی توجه ما، بی توجهی ما به مقام الهی، به حاکمیت و سلطه پروردگار، به حساب کتاب رب ذوالجلال، اینجا هست که سبحان الله اثرگذار هست. الحمدلله، وقتی که میگیم به همین صورت، وقتی که مفهوم و معنای حمد رو که کمال ستایش الله متعال و سپاس نعمت های او رو همه رو در برداره، وقتی که اینها رو ما به صورت با معنا و مفهوم به زبان بیاریم، خب به طور طبیعی اثرگذار هست. و لا اله الا الله کمال مفاهیم و معانی از کاری هست که ما به زبان میاریم و افضل و ذکر هست. انشاءالله که بتونید با افضل و ذکر و بقیه از کار و با قرآن کریم و با همه اینها نرمی قلب و به همین صورت اطمینان و آرامش رو همه ما حاصل کنید. بیننده پرسیدن که روابط ما با روابط دوستانی که با همسایه ها و با همکارهای غیر مسلمان داریم رو چطوری ما در قالب ولا و برا به درستی اونها رو اجرا کنیم. الله متعال در سوره ممتحنه که بحث ولا و برا محور این موضوع هست، ما میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. الله متعال شما رو نهی نمی کنه از کسانی که نسبت به کسانی که شما رو به شما ظلم نکردن، شما رو از خونه بیرون نکردن، با شما درگیر نشدن، که به اونها نیکی کنید و با اونها عدالت برخورد کنید. بر و قسط و نیکی در تعارض با براءت نیست. براءت در نصرت و همکاری در راستای نشر و سلطه و حاکمیت و فکر و اندیشه مشرکین هست که ما با اونا نمادی جا هم نشینی و همکاری همیاری داشته باشیم. حتی مشرکینی که با نام اسلام فعالیت دارن، با نام اسلام بدعت ها رو پایه‌گذاری میکنن، ولا و دوستی در که در راستای که اظهار محبت و همدلی و همبستگی و
و اتحاد در واقع ظاهرا وجود داشته باشه در واقع، ولی در حقیقت در پناه او این شعارها حدود دینی و حدود فکری زیر پا گذاشته بشه. کسانی که ائمه دین ما، بزرگان صحابه رو و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دشمن میدونن و دشنام میگن، اونها رو به اونها اتهام میزنن، صلاحیت و شایستگی دوستی و محبتی ندارن که ما با اونها اخوت و رابطه صمیمی داشته باشیم تا در این میان فکر کنیم که خیر خواه ما هستن. در کل مودت و قسط و عدالت با کسانی که با ما درگیر نیستن، هیچ تعارضی با براءت از شرک و مشرکین نداره، ولی انشاءالله در برنامه آینده به طور مفصل به این موضوع مفصل‌تر به این موضوع خواهیم پرداخت. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.